محسن پرسیده آیا در انتخاب رنگ مورد علاقه بین ببخشید در انتخاب رنگ مورد علاقه بین ما پدیده علمی وجود دارد یا یک پدیده روانشناسی یا فرهنگی؟ ببینید، معلوم شده که بشر از ابتدا از دوران کودکی رنگ قرمز رو ترجیح میده. احتمالاً رنگ قرمز حتما در پستانداران آخرین تغییر ژنومی هستش که ایجاد شده و باعث شده که حیوانات بتونن میوه های رسیده تشخیص بدن از میوه های نرسیده و این یک مزیت ژنتیکی هستش. به این جهت به طور سرشتی رنگ قرمز برای مغز از دوران کودکی ارجح هستش. البته تمام ارجحیت ها بستگی به تجربیات آدم داره که آدم در قبل، حالا این رنگ مربوط به چی هستش خیلی فرق میکنه. اگر شما یه تجربه از رنگ مثلا آبی لباس یک کسی خوشتون آمده باشه که باش یه رابطه لذت بخشی داشتید، خب این تأثیر میکنه در تعیین ارجحیتتون. ارجحیت روانی هم وجود نداره، یعنی روان مستقل از مغز نیست، همش خود مغز تعیین میکنه. تمام ارجحیتاش یه مقدارش هم میتونه سرشتی باشه، ولی اکثرنش یادگیری هستش که آدم به دلیل تجربیات قبلیش میتونه از بعضی رنگا خوشش بیاد، از بعضی رنگا خوشش نیاد. و این در مورد موسیقی و اینا هم ثابت شده که چطوری یه مقدارش هم شخصیتی هستش. اساس شخصیت ها بشه، شخصیت ها که مربوط به ساختار قشر حدقه پیشانی هستن و سیستم دوپامینی، تعیین کننده این هستش که آدم از چه چیزی خوشش میاد و از چه محرکی خوشش میاد و از چه محرکی بدش میاد. اگر آدم درونگرا باشه و قرمز تحریکش کنه، خب این از قرمز خوشش نمیاد، بیشتر به رنگای سرد تمایل پیدا میکنه. در حالی که اگر برونگرا باشه و رنگ قرمز مغزش رو تحریک کنه، اینو بیشتر ترجیح میده تا رنگ مثلا سرد آبی یا خاکستری رو. هم میتونه سرشتی باشه که و هم میتونه اکتسابی در اثر تجربیات گذشتمون، و اون سرشتی مربوط به سرشت شخصیتمون هستش که از طریق ژنتیکی و ساختار علابختگی مغزمون شکل میگیره.